ماله تر این درودها حضور شما هموطنان ارجمند، بینندگان بسیار محترم و گرامی برنامه کانون اندیشه‌وران ایران. همیانان ارجمند، همطور که آگاه هستید، همه هفته به وقت لس آنجلس در این ساعت برنامه کانون اندیشه‌وران از این شبکه پخش می شود. این برنامه زنده است و همونطور که آگاه هستید بعد از مدتی به هر حال به این مسئله اندیشیدیم که انشاءالله بتوانیم شما عزیزان را هم داشته باشیم. اگر مطلبی به نظرتون میرسه، اگر بعضیاتون ندارید وسایلی که تماس بگیرید با کانون اندیشه‌وران ایران و برنامه را مشاهده میکنید، پرسشی به ذهنتون میرسه، در آینده نزدیک این کار خواهیم کرد. مروز همطور که آگاه هستید، هدف و انگیزه ایجاد این کانون در واقع این بوده که شخصیت‌های فرهیخته ما، شخصیت‌های آگاه ما، کسانی که در رشته‌های مختلف واقعاً طرح و برنامه دارن، اینها اگر یک مکانی نیست، سقفی نیست، این کانون بتونه این سقف رو ایجاد کنه که این اندیشه‌وران، این هموطنان شریف ما که دلشون میخواد واقعاً برای سربلندی مملکت خودشون قدم بردارن و در زمینه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح دارن، در کانون اندیشه‌وران ایران این برنامه‌ها به صورت علمی مدون بشود، ارائه داده بشود و هدف نهایی این استش که واقعاً مردم شریف ایران، هموطنان ما در این جهانی که این دانش این گونه قول قدیمی ها چهار نعل داره میتازه، از فوایدش و از اون اندوخته های علمی همیهنان خودشون در سر تا سر جهان به ویژه ایران به نفع مطلوب و طبق یک برنامه علمی استفاده کنن، بهره مند بشن. امشب هم در خدمت دوستان ارجمند خودتون هستید، عزیزانی که همه شما با نام و چهرهشون آشنا هستید، آقای دکتر ایرج زمانیان و آقای دکتر ایرج شاه ولایتی و آقای مهندس علی شهیدی در بخش اول برنامه در خدمتشون هستیم. همینطور یک شخصیت دیگرمون در خارج از لس آنجلس، آقای دکتر قهرمان سلیمانپور رو در واقع روی خط تلفن خواهیم داشت. درود بر شما، سلام بر شما جناب دکتر زمانیان. با درود خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز تلویزیون و با عرض معذرت که ما هفته پیش نتوانستیم که به صورت زنده به قول معروف در اینجا در حضورتون باشیم، خوشحالم که باز در خدمتتون هستیم و برنامه کانون اندیشه‌وران رو اینجا ارائه میدیم. من با اجازهتون باز یه مقداری راجع به کانون اندیشه‌وران توضیح بدم که این کانون اندیشه‌وران در نه خیلی دور تشکیل شده است و تعداد بسیاری از دوستان و یاران بسیار فرهیخته گرد هم جمع شدند که بعضی رو شما در تلویزیون میبینید، برخی در پشت صحنه هستند و به ما کمک میکنند و برنامه‌های مختلفی رو که همگی در راستای ایران و منافع ایران هست رو اجرا میکنند. البته کار بسیار وسیع هست، بسیار این کار زحمت دارد و افراد بسیار متخصصی رو لازم داره و ما فکر کردیم که مسائل اینقدر زیاد هست که نمیشه تمام اونها رو در یک جا انجام داد. در نتیجه در نشستی که با دوستان داشتیم تصمیم گرفته شد که ما یک تعدادی از مسائل رو اینجا انتخاب بکنیم که مهم هستند، در بعضی ها به صورت حاد که امروزه با اونها سر و کار داره مملکت و بعضی مسائل مزمن مملکتی که بتونیم اونها بپردازیم. در مسائل حادی که امروز واقعا گرفتارش هستیم، مسئله پاسداری از وراثتی است که ما از گذشتگان خودمون به همون رسیده و مطلبی که به صورت مزمن انتخاب کردیم راجع به اون صحبت بکنیم و به هر حال بررسی بکنیم، مسئله آموزش هست و تعلیمات و مسائلی که به جوانهای مملکت ما مربوط میشه، چون به طور کلی ما باید این واقعیت رو همیشه در مد نظر داشته باشیم که
آینده مملکت رو به هر شکلی که حکومت ها باشند، آینده مملکت رو جوان ها می سازند و جوان های ما امروزه متاسفانه از دسترسی به اونچه که دنیا به صورت به قول جناب توفیقی سریع داره و پیش میره تا حدود زیادی محدودیت هایی دارند و ما امیدواریم که بتوانیم از طریق این برنامه تا حدودی کمک بکنیم و مسائل رو مورد بررسی قرار بدیم، کمبودها رو بهش اشاره بکنیم و بعد به یه نتیجه برسیم. امشب آغاز برنامه رو باز با مسئله بسیار مهمی که همه ما با اون به هر حال سر و کار داریم این روزها در ایران و خارج ایران فکر ما رو مشغول کرده، مسئله ایجاد سد سیبند و به خطر افتادن اون تخت جمشید و پاسارگاد هست و عواقبی که این مسئله میتونه داشته باشه. خوشبختانه امروز امشب در این برنامه ما آقای دکتر سلیمانپور هم در برنامه روی تلفن خواهیم داشت که ایشون از نظر محیط زیست و اثراتی که این سد ممکنه به جا بگذاره با ما همراهی خواهند کرد. من اینجا رشته سخن رو میدم به دوستان دیگه. جناب دکتر شاولتی شما در این زمینه ادامه بفرمایید تا بعد آقای دکتر قهرمان سلیمانپور رو هم ما بتونیم روی خط داشت بگیریم و با ایشون هم صحبت بکنیم. خواهش میکنم. و توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. سلام میکنم به تمام کسانی که دل در گروه ایران دارند، دل در گروه فرهنگ ایران دارند. تشکر میکنم از کسانی که تا امروز با ما تماس گرفتند. برنامه کانون اندیشه وران در طی این زمانی که داشته دو ماه گذشته خوشبختانه با استقبال خیلی خوبی روبرو شده. تشکر میکنم از کسانی که در طی این مدت ما رو مورد لطف و مرحمتشون قرار دادن. این خیلی خوب بود که ما در یک این چنین فاصله کوتاهی توانستیم جا بیفتیم به عنوان یک think tank ایرانیان، به عنوان یک مرکز پژوهشی و مورد قبول فرهیختگان قرار بگیریم. خیلی خوب بوده که در طی مدت با استقبال یک طبقه الیت جامعهمون چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران قرار گرفتیم و از راهنمایی‌های شما برخوردار شدیم. مطمئن بشید که اگر کسانی هستن که هنوز جوابتون ندادیم به دلیل کار زیادی بوده که در اینجا بوده. خوشبختانه گرچه که حجم کار زیاد بوده ولی کار زیادی هم در اینجا انجام شده و داره میشه. این مرکز پژوهشی کاری که مسئولیتی رو که داره اینه که پژوهش‌های مختلف محققین ایرانی رو در سراسر جهان و در داخل ایران گرد هم بیاره و اینها رو طبقه بندی بکنه و به صورت نتایج محققی که مبتنی بر آمارهای درست و پژوهش‌های درست هست در اختیار بقیه مردم قرار بده. در اینجا من باز جای تشکری دارم از همه اون کسانی که صبر و شکیبایی به خرج میدن تا ما بتوانیم جوابشون بدیم. ما این شعار ما که توانا بود هر که دانا بود هست، به طور کلی ما هرچی که گرفتاری داشتیم تا حالا از و ناتوانی هامون از نادانی هامون. امروز صحبت بود وقتی که می اومدیم در زمینه آموزش در مملکت ما به خصوص آموزش جوانانمون، ببینیم که آیا این آموزش در چه مسیری داره انجام میشه، آیا این جوانانی که دارن تربیت میشن به چه ترتیب دارن تربیت میشن و با چه باورهایی تربیت میشن. قرار شد که کتابهای کلاسهای ابتدایی رو از اول تا ششم دبستان مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که این آموزش ها، این آموزشی که در سطح ابتدایی به خصوص در بین نوباوگان ما انجام میشه تا کجاش درسته، اگر احتیاج به غلطگیری داره غلطگیری بشه، اگر آینده نگری درست درش نشده آینده نگری بشه. در زمینه داستان های کودکان که در
محافل و مجامع مختلف اینها مورد بازگویی هست، باید ببینیم که دوباره اون اشکالات گذشته درش نباشه که باز بارا رفتیم راست بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود و ما دوچار یک سرگشتگی بشیم که باورهامون به بازی گرفته بشه و بعد ما اطمینان نداشته باشیم که یک چیزی درسته یا غلطه. از تمام کسانی که در زمینه‌های آموزش و پرورش به خصوص دست اندر کار هستند دعوت می‌کنیم مورد مطالعه قرار بدن قصه‌های کودکان رو، کتاب‌هایی رو که نوجوانان ما در سطوح ابتدایی و دبیرستان به خصوص در سطح ابتدایی آموزش داده میشه، از تمام فرهنگیان، معلمان، کسانی که در سطوح مختلف آموزشی هستند تقاضا میکنیم که درست نگاه کنن، چون ما این وظیفه این نسل هست که آموزشی رو که به نسل بعدی میده درست باشه و این نسل بعدی رو گرفتار چیزایی نکنه که ما 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه بیان برگردیم و بگیم ای کاش که این چنین نبود. من ممنونم از لطف شما آقای دکتر. امشب خوشبختانه ما آقای منشهیدی رو داریم که یکی از شهرسازهای به نام ایرانی در تمام جهان هستن و خیلی خوشحال هستیم که امشب اینجا هستن و در زمینه سد سیوند که به خصوص آقای دکتر سلیمانپور قرار هست که روی خط میان، شاید بعد باشه که بحث رو باز بکنیم با آقای دکتر سلیمان. تشکر. خواهش میکنم آقای دکتر، روی خط داریم، شما یه چند مطلبی عنوان کنید نظرتون رو، بعد میریم سراغ جناب دکتر قهرمانی. با سلام و درود خدمت هموطنان عزیز در سر تا سر جهان و ایران. عرض کنم که موزه سد سیوند که این روزها مورد بحث هست همه جا، یک مطلب خیلی مهمی که معمولا بهش زیاد اشاره نمیشه خود تنگه بلاقی هست که مرکز در واقع آثار تاریخی ایران هست که مربوط به 7000 سال گذشته تا الان هست. ما همش اشاره میکنیم که تخت جمشید و آرامگاه کوروش خیلی مهمه این، ولی قسمت های بسیار زیادی از تاریخ گذشته جهان در واقع نه ایران، در همون کناره جاده شاهی که شوش رو به تخت جمشید متصل می کرده قرار داره که هنوز بسیاری از این آثار در واقع از زیر خاک بیرون نیامده و حتی در اون قسمتی که پشت سد حفاری می کردن برای کارهای ساختمان سد، باستانشناسان برخورد کردن به قسمتهایی که هزاران سکه مربوط به دورانهای گذشته در زیر خاک بوده و اینا هنوز در نیومده از این. البته مسئله ایجاد سد اگر مستقیما صدمه به آثار تاریخی ایران یعنی تخت جمشید و آرامگاه کوروش نزنه، آثار در واقع تأثیرات زیست محیطی که باعث تخریب تدریجی این آثار میشه اونا خیلی مهم و قابل بررسی هست. یکی البته آقای دکتر سلیمانپور مسلما به این به تشریح صحبت خواهم کرد در این مورد، رطوبت نسبی هوا که بالا میره، یکی مسئله نفوذ آب‌های در واقع زیر زمینی خاک و قسمت سفهی که تخت جمشید به صورت سنگی روش قرار گرفته خاکش سست هست که مسلما در بلند مدت اثر تخریبی میذاره روی این بنا، یکی کوچ پرندگانی است که به خاطر به وجود آمدن اون دریاچه اونجا مهاجرت میکنن و فضولات این پرندگان بعدا روی اون آثار که میشینن، و یکی ریزش بارانهای اسیدی است که در اثر ازدیاد رطوبت نسبی هوا این بارانها در واقع گازهای سمی که در هوا هست روی آثار ایجاد میکنن و باعث تخریب تدریجی این آثار میشن. در حال با سلام خدمت آقای دکتر سلیمانپور، خواهش میکنم که ایشون به تفصیل در مورد آثار تخریبی که این تغییر محیط زیست اونجا
روی آثار تاریخی ایجاد میکنه صحبت بفرمایید. بله حتما. الان میریم سراغ جناب دکتر قهرمان سلیمانپور. جناب دکتر قهرمان سلیمانپور، درود بر شما. یک متخصص محیط زیست، یک شخصیت عاشق ایران، درود بر شما. درود رسان به شما جناب توفیقی، همینطور آیدت زمانیان و همکاران. خیلی بله، ما جناب دکتر ایرج زمانیان، جناب دکتر قهرمان سلیمانپور در استودیو تشریف دارند، آقای دکتر ایرج شاه‌ولایتی و آقای مهندس علی شهیدی. ما سراپا گوشیم. آقای دکتر شما مطلب خاصی ندارید؟ آقای دکتر زمانیان با درود. جناب دکتر سلیمانپور، خیلی خوشحالیم که شما رو دوباره اینجا توی برنامه داریم. یه مختصری جناب مهندس شهیدی صحبت کردن راجع به دشت بلاغه و اثراتی که این سد خواهد گذاشت روی تمام اون به اصطلاح میراثی که در اون مسیر جاده شاهی قرار داره و همینطور روی تخت جمشید و پاسارگاد. و این چون به هر حال در تخصص شما هست، امیدوارم که شما توضیحات بیشتری رو برای ما بدید که ما ببینیم که این واقعا وجود این سد اگر ایجاد بشه تا چه حد مضر هست به حال این ارث و میراث به اصطلاح اجدادمان که داریم. خواهش کنم آقای دکتر قهرمان سلیمانپور، سراپا گوشیم. بله تمام می‌کنم. عرض کنم من خب حالا دفعه در برنامه گذشته اشاره به این مسئله محیط زیستش کردیم، البته من امشب باز اشاره خواهم کرد، منتها فکر کردم بد نباشه که من یک چون این واقعا یکی از مشکلات ما ایرانیان و روابط عمومی ما هست، حتی چه اونایی که در خارج هستن و به ویژه من فکر کنم طی این سالها ثابت شده ما که در خارج هستیم این موضوع و این کمبود در ما هست، یعنی نحوه این که فرض کنید متوجه بشیم قضایا مکانیزم قضایا چجوری هست، از چه اهرمایی استفاده کرد یا این که به کجاها رجوع کرد، و به هر حال همه اینا من فکر کنم برمیگرده به مسئله اون پابلیک پالیسی هایی که تو هر مملکتی روابط عمومی که وجود داره، چه اونهایی که در ایران هستن و هر دپارتمانی هر وزارت خونه ای باید یعنی حتما یک روابط عمومی یا داره یا باید داشته باشه به حسابی دیگه. و در همین امریکا هم خب این مسئله وجود داره، یعنی چیزی که ما باش خیلی آشنا هستیم و تاثیرگذاری این عقاید مردم و درخواستای مردم، این مسئله شیوه گذاری چیزی که من امشب البته با یه مقدار صحبتی که دوست داشتم انجام بدم، بویژه که من در ارتباط با ورلد هریتیج یا میراث جهانی مطالبی رو با تماسایی که گرفتم و به صلاح اینجا با کانکشنی که داشتم متوجه شدم که به هر حال اینا همه دست به دست هم میده و من فکر کنم بد نیست من به اینا یه اشاره بکنم که در ارتباط با همین مسئله به صلاح در حقیقت میشه اسرار این تو معماهایی که ما داریم، چه در خلیج فارس به وجود میاد یا حالا به نوع شدیدترش یا به نوع خیلی حیاتیترش مسئله پاسارگاد هست. این و اون اینه که خدمت شما هستم که در خود یونسکو قسمتی که مربوط میشه به ورلد هریتیج، اینجا خود مقبره کوروش یا در حقیقت مازولیم، به قول اینا اسمش میذارن مازولیمی که اصطلاح انگلیسیش یا فرانسویش هست، به هر حال این معبد در حقیقت این قبر کوروش بزرگ با در کمال تعجب فقط تنها سال گذشته، یعنی در سال 2004 از طرف ورلد هریتیج به اصطلاح به حفظ و حراست گرفته شد یا شناخته شد و تثبیت شد، نامنویسی شد به عنوان اولین امپراتوری که به اصطلاح مذاهب گوناگون را در سطح کره زمین در بر می‌گیره، به عنوان اولین امپراتور ازش نام می‌برن در خود همین هریتیج.
و بعد مسئله که اینجا مهمه اینه که خب البته در قسمت ورلد هریتیج چون مشکلاتی یعنی مسئله به اینجا مربوط میشد که اینها میبایستی ببینن که آیا یک آثار باستانی در خطر هست و اگر که در خطر هست حالا به عناوین متفاوت ضایعات طبیعی مثل زمین لرزه، سیل و اینطور چیزها و یا حتی جنگ و یا تخریب‌های انسانی اینا طبق یک قوانین خاصی روی جدول‌های خاصی این چیزها گفته شده و آورده شده در این هریتیج. و عرض کنم که در حقیقت میشه گفت که در دل این کمیته یونسکو یک کمیته جدیداً به وجود آمده که در اون کمیته که به اصطلاح اسمش هم میذارن کمیته هایی که این دنجرز هریتیج یعنی اون سایت هایی که در دنیا در حال خطر هستن که عرض کنم 33 سایت از 812 سایتی که در حال خطرن در تمام دنیا 33 سایتش رو آوردن که بعد از این 33 سایت که البته خب خود تخت جمشید که تازه سال گذشته ببخشید آرامگاه پاسارگاد که سال گذشته تازه نام نویسی شد و به اصطلاح به رسمیت شناخته شد، اون سایت هایی که در حال خطر هستن در یک کمیته جداگانه به اینا بررسی میشه که به اصطلاح اون بررسی ها هم اینا طبق پمپلت ها و روزنامه ها اینا رو حتی ارائه میدن که اون کاری که به صورت فواید مثمر ثمری که انجام شده و در حقیقت توانستن این آثار باستانی رو در کشورهای متفاوت چیزش کنن، حفظش کنن، آورده شده. حالا من در اینجا اشاره میکنم که خب یه تاریخچه کوچیک اینجا داده شده که در قرن دهم هم یک مسجد کوچکی کنار همین پاسارگاد ایجاد شده بوده در اون زمان که تقریبا به حالت مردم برای زیارت میرفتن اونجا و این ادامه داشته تا قرن 14 و حتی میتونسته اونجا رو تهدیدهایی داشته باشه به خاطر اینکه ازدیاد جمعیت زیادی بوده، ولی به هر حال بعد از قرن 14 این مسئله خود به خود منتفی میشه. بعدها در سال 1931 به اصطلاح لجسلیشنی در ایران اون زمان انجام میشه و این در اون زمان تازه سایت مقبره پاسارگاد به از طریق این لجسلیشن لایحه براش طرح میکنن که بهش رسیدگی بشه. بعدا عرض کنم که البته خود دولت ایران یا مقامات ایران در سال 2002 به صورت اقدامی برای این تیکش متوجه یعنی تقریبا حالت ابهامو داره که اپلیکیشنی یا درخواستی میدن، حالا یا به خاطر این مسئلهی بوده که میخواستن ببینن که آیا در مورد حفاری سیوند باید با کسی چک کنن، با مقامات دنیا، با ورلد هریتیج چک کنن. به همین دلیل در اون زمان در اون تاریخ سال 2002 این اپلیکیشن و یا این درخواست جلو میره و سال بعدش یک تقریبا حالت از طرف ورلد هریتیج یک به اصطلاح اقداماتی میشه که یک مدیریتی و بعد منتهی میشه به این که سال بعدش که بشه سال گذشته 2004 به اصطلاح از طرف یونسکو بیان و اون را به اصطلاح این مازولیوم را به عنوان یکی از قدیمی ترین، البته نه قدیمی ترین، یکی از تمدن‌های اولین تمدن سیویلیزیشنی که مذاهب متفاوت دنیا رو در اون مجموعه داشته بشناسن. جناب سلیمانپور ببخشید من یک تصحیح کردم. آقای سلیمانپور ببخشید من شما رو قطع می‌کنم. در مورد این ورلد هریتیج چه مقدار بیشتر بفرمایید ببینیم که اولا ضمانت اجرایی این کمیته چی هست، اختیاراتش تا چه حد، توانایی‌هاش چقدره و چه جوری ما میتوانیم استفاده بیشتری بکنیم از این کمیته، چون به هر حال این اونچه مسلمه این میراث‌های فرهنگی متعلق به تمام جهانیان هستند، در این حال که در بخشی اونچه که مربوط به ایران هست مربوط به مال ایرانیان هستند اما متعلق به تمام مردم جهان هستند.
این کمیته رو یک کم بیشتر برای ما باز کنید، ببینیم که ما چطوری میتوانیم از این کمیته استفاده بیشتری بکنیم و آیا این کمیته واقعا کمیته ای هستش که اختیارات و مسئولیتاش در حد جهانی طوری باشه که بشه بهش اعتماد کرد، بهش تکیه کرد و ازش انتظاری داشت؟ قبل از اینکه شما این کمیته همونطور که من عرض کردم از شکم کمیته قبلی به وجود آمد، یعنی در حقیقت یک تسفرسی ارژانسی شد برای یک به اصطلاح مسئله موزلایی که فرض فرمایید ما ده. حالا من در ادامه صحبتم اشاره میکنم به کشورهای که چندین کشور که چه کارهایی کردن و رابطهشون و این کمیته که خدمتون عرض کردم چه اقداماتی کرد که اونا رو متوقف کنه. و در حقیقت بله، این کمیته به زبان آخر اینطور خدمتون میگم که کمیته ای که اصلا بنا شده همونطور که عرض کردم و از 812 به اصطلاح سایتی که در دنیا با چیزای بسیار مهمی بودن در اساس سر دنیا، 33 کارتای اونا را اینها که در خطر بودن اینا نجات دادن. البته من الان وارد همه اینا نمیشم، ولی فرض بفرمایید حدود 7-8 تاشون رو انتخاب میکنم و چیزی که سوالی که جناب علی فرمودید بود نحوه تاثیرگذاریش رو خدمتتون عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. البته دکتر سلیمانپور با اجازهتون من اینجا توضیح بدم خدمت دوستان و بینندگان که دکتر سلیمانپور خیلی زحمت کشیدند و تحقیق زیادی کردند در مورد همین کمیته یا جایی که به حال مؤثر هست کاری که انجام میدن در یونسکو و آدرس و تلفن این چیزاش رو به من دادن که ما در برنامه دوم من میدم خواهش میکنم از آقای وارتان که بذارن روی صفحه تلویزیون که دوستان بتونن این رو ببینن، چون به علاوه این که خود یونسکو و این کمیته و کمیته های دیگه بین المللی که بسیار براشون مسائل تاریخی مهم هست و شروع میکنن و شروع کردن در واقع که فعالیت بکنن راجع به این موضوع، خود ما ایرانی ها باید بیشتر از اونها نگران باشیم و بیشتر از اونها فعالیت کنیم. اینه که من این شماره ها از جناب دکتر سلیمانپور خواهش کردم که تایید بفرمایند که این رو به من دادند، من میذارم روی صفحه تلویزیون و توضیح میدن ایشون که شما چگونه با اینها تماس بگیرید و بتونیم که بیشتر مؤثر واقع بشیم. خواهش میکنم جناب سلیمانپور بفهمید، شما ادامه بدید. تمنا میکنم عرض کنم که ببینید اولین چیزی رو که باید همطور که عرض کردم مشخص بشه که آیا این به اصطلاح مازلیوم یا این سایت، حالا در کیسی که ما داریم آرامگاه کوروش بزرگه، آیا همطور که عرض کردم از این چند تا خطرات طبیعی یا انسانی اینا جزو اینا به حساب میاد یا نه؟ خود کمیته اینطور که من صحبت کردم اشارهی که داشتن این بود که در البته و متاسفانه چون در زون یکی از خطرناکترین به اصطلاح ارتکویک ها و زمین‌لرزه‌های دنیا قرار داره، خوشبختانه طی این قرون هنوز آسیبی از اون نظر بهش نرسیده، هرچند که ایران یکی از کشورهایی که بالاترین رقم زلزله رو داره. ولی چیز مهمی که کمتر از اون خطرش کمتر هم شاید نباشه، مسئله ای که اونا مطرح کردن مسئله سیل بود، یعنی خطر عمده‌ای که براش الان حساب میکنن خطر سیله. بعد در این زمینه البته خب این خطر سیل رو با توجه به اینا که اونا خودشون اطلاع داشتن، ولی مکانیزم این که آیا وضعیت این سد و رابطه اون چی که بین دولت ایران با اینها بوده و صحبتهایی که شده، این مکانیزم و این مقدار هنوز البته ما باید اینا رو متوجه بشیم بعدها طی به اصطلاح تحقیقات من میکنم بعد